اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. همراه آریو برزن بر شانه های کوه دنا پرواز کرده بودی و بانگ عاشقانه میهن را در کوچه باغ های سمیروم آواز کرده بود. بر بام خانه‌ات تصویر تو وقتی که در نسیم سحرگاهی بلقیس را صدا کردی بر بستر نسیم همچون ترانه های کهن تکرار میشه. شاخه های سرکش آن سالهای خوب از خواب سرد بهمن و اسفند بیدار میشه. آنجا به یاد تو ایل بزرگوار دلاور باران عشق را بر گبه‌ای که روزی بر سینه هاش تاریخ را ورق زده بودی سرریز میکنه. ایرج بخوان ترانه بیداری را با غمزه تفنگت بر قله دنا. علیرضا نوری‌زاده چهارشنبه سوم ماه مارس یا مارس 19 روز دیگه تا نوروز داره یا 18 روز و 13 اسفند. حضورتون عرض کنم که بعد اینجوری شو کمترم شد. این شعر رو من برای ایرج جان کشکولی گفته بودم و بلقیسش روزی که رفت. امروز داشتم نگاه میکردم تصاویری که نکاهنگ کوثر از میهنم داده بود، از اون دشت های روزگاری سبز، از اون سرزمین جاویدان، از بلوچستان و سیستان و فارس و خوزستان که اینها تبدیلش به هیچستان کرد. به یاد ایرج افتادم، به یاد ایرج که با محسن خاتمی چقدر راجبش حرف زد، راجب بلقیس. اون روزایی که مریض بودی روز باش صحبت کردم. عجب روزگاریست. باری امروز یه مهمان عزیز دارم، حمید آصفی، روزنامه نگار و محلل، انسانی که تزویر نمی کنه. واقع چون نیک بنگری همه تزویر میکنه. چند روز پیش دیدم یکی از دوستان یک ریشی گذاشته بود اصلا شاخ در بود. حالا بهانه شدم آقا کروناس خوب ریشو برای کی بزن؟ آقا برای خودت بزن. قیافه های عجب جمال ما ریش گذاشته بود، پیر من شد و گفتم باید بزن. خلاصه زد ریش. وقتی دادم جوون قشنگه آدم داشتم خوبه زیباست، ولی سن که میره بالا ریش باید درد سر. حالا تصویر میکنم، خبری دیدم خیلی نگران شدم. محمد نوری‌زاد عزیز به گفته خانم ملکه همسرش برای 25 بار در زندان بیهوش. بعد به خانوادش گفتن تا پایان انتخابات میمونه. چقدر یه انسان میتونه تأثیر داشته باشه روی انتخابات که رژیم به وحشت بیفته، بگه من تو زندان نگرد میارم. مثل موسوی، مهندس موسوی، خانم رهنورد، مثل کروبی. شما فکر کنید 11 سال 12 سال در حسرن. چقدر این رژیم ترسوه. وقت ملت چرا نمیترسن از اینا؟ این رژیم مفنگی ترسو که یه لبخند و یه اخم بایدن بالا و پایینشون میکنه، چرا ملت باید از اینا بترسن؟ چرا؟ چقدر میتونن بکشن؟ 4 الان تو اهواز کشتن دیروز.
ایمان داشته باشیم. 40 تا پس خواهند. همینطور داستان بلوچستان دید. آصفی عزیزم درود به شما و در درجه اول میخوام یه گزارشی از کرونا به ما. سلام عرض بکنم خدمتتون و بینندگان محترم. شما وضعیتی رو از کرونا در ایران میخواستید از من سوال کنید؟ آره دلم میخواد بدونم چه خبره الان. خب ببینید جمهوری اسلامی از وقتی که از همون بد و هم که کرونا آمد خب ابتدا از قم شروع شد. همینجور که همه بدبختی ها از قم شروع میشد در این 42 ساله این یکی هم از قم شروع شد و متاسفانه اینو مخفی کردن و اجازه ندادن به دلیل اینکه خب شما خودتون آقای نوری‌زاده در مباحث روحانیت از ما حداقل تبحرتون شاید بیشتر هست کمتر نیست که قم رو دارالشفا میدانن و هر کس مشکل داره میگه بیاد قم، هر کس مریضه بیاد قم، هر کس بیکاره بیاد قم. و این اقتصاد سیاسی مذهبی هم اونجا شکل داده، حتی در مشهدش هم. خب این الهیات مذهبی که به اسم این و پشت این الهیات داره حکمرانی میکنن خیلی سخت بود براشون که بگن مسئله از قم اومده. مدت‌ها این رو مخفی کردن تا گذاشتن انتخابات مجلس بره، راهپیمایی 22 بهمن ما تمام بشه، بعدش هم مقاومت‌های خیلی جدی باز می‌کردن سر این قضیه تا اینکه به هر حال این مسئله نشر کلی به سراسر ایران رفت و الان ما بالای 60,000 جمعیت رو از دست دادیم متاسفانه از هموطنانمون رو و در حدود شاید بالای 3 میلیون مشاغل اقتصادی رو از دست دادیم و حالا این مشکلاتی که الان به طور کلی برای همه جوامعی که درگیر کرونا بودن توی جمهوری اسلامی هم در حال مردم مسائل رو دارن میکشن با توجه اینکه اینجا حتی به حوزه های خصوصی مردم هم رحم نمیکردن. به هر حال جامعه داره از همه طرف در حال جنگه، در جنگ با گرسنگی، در جنگ با فقر، در جنگ با استبداد، در جنگ با به هر حال کرونا. و چه دلیلی وجود داره وقتی آقای خامنه‌ای در جنبش آبان ماه 98 میگه من متخصص در امور نفت و اقتصاد نیستم، به ما گفتم سران سقوه ما هم حمایت کرد. ایشون اگر بگویند که این تخصصشون رو در خصوص کرونا و واکسن امریکایی و انگلیسی از کجا به دست آوردن، حداقل یکی رو بگن که ممنون کردن. اون رو که الان میگفتن ما نداریم. 1500 انسانات ما نمیگیم 1500، به هر حال صدها نفر کشته شدن و هزاران نفر زخمی شدن، هزاران نفر اسیر شدن، زندان افتادن و مصیبتی که هنوز پایانی برش نیست. ایشون باید بفرماید که آقا برای چی واکسن رو شما جلوشو گرفتید؟ برای چی از حق خود دولت ایران از سازمان بهداشت جهانی چیز نکردید، استفاده نکردید؟ ما در ایران با یک سری چهره‌های ملی و انسان‌های بزرگ و خوشنام که شما هم می‌شناسید دیگه، از زنده یاد آقای دکتر فریبرز رئیس‌دانا هم قرار بود در این کمیته باشه، کمیته امداد ملی می‌خواستیم تأسیس بکنیم که بعد از اینکه احضار کردن ما گفتیم که ما قصد جبهه نجات ملی نداریم، قصد کار سیاسی نداریم، میخوایم از ایرانی ها، از آبروی این نیروهای ملی و این چهره‌های مبارز در ایران، این ریش سفیدان ملی استفاده بکنیم و بگیم پولی به حساب حکومت ایران نریزید، بلکه بریزید به حساب بهداشت جهانی، به حساب ایران. و اونجا یک نظارتی رو هم مثلا سازمان نظام پزشکی قانونی، به هر حال یک نهاد نیمه دولتی نیمه مدنی هست، هم نظارت داشته باشه. یعنی ما عملا کاری نمیخواستیم بکنیم، فقط میخواستیم که یک کمکی بشه و تسریعی بشه و جلوی این کمیته رو گرفتن و این کمیته نهایتا مسیر خود انحلالی خودشون رو پیش رفتن. بر تقدیر شما نگاه میکنید با مسئله، وقتی شما جهان شر و جهان خیر رو، جهان سازش و جهان مقاومت رو و یه دیپلماسی ایدئولوژیک رو به جای یک دیپلماسی ملی
در دستور کار حکومت قرار میگیره، با یک مسئله کاملا علمی و یک مسئله کاملا تخصصی سیاسی برخورد میشه. میگه حق ندارن از انگلیس. خب پس از کجا باید بیارن؟ این تخصصتون شما از کجاست؟ وضعیت کرونا آقای نوریزاده عزیز در ایران هنوز پابرجاه، یه مقدار کشتار کم شده به دلیل هم رعایت خود مردم و هم این که به هر حال درود باید فرستاد به بچه های کادر پزشکی ایران که واقعا در خط مقدمه مبارزه با آفت این بودن و بالاترین رقم میشه گفت کشته رو در سطح جهان کادر پزشکی و کادر درمان ایران کلن دادن در مهار این بیماری تا حدودی. اما در این حال حساب این رو هم بکنید که ما اگر زودتر از همه این کشورهایی که خیلی زودتر از ما دارن شروع میکنن ما هم شروع کرده بودیم، الان وضعیت کرونا اینگونه نبود. ولی جمهوری اسلامی ظاهراً کرونا هم مثل جنگ نعمتی شده براش و اینکه به هر حال فکر میکنه همینجوری در این التهابی که تو جامعه هست و نگرانی که وجود داره جامعه رو میتواند به یک شکلی به هر حال درگیر این مشکلات نگه داره و از بحث به هر حال مطالبه گری خودش و مبارزات اجتماعی که الان به طور مستمر در ایران هست بتونه آرام نگه داره. آصفی عزیزم، این اشاره‌ای که به کادر پزشکی کردی مورد تایید منم هست و همین دلیل اینا قربانیان زیادی دادن، حتی از اونا دریغ کردن که الان در بریتانیا، در آمریکا، در جاهای دیگه اولین کسانی که واکسن گرفتن کادر پزشکی بودن. حتی داروخانه‌دارها، حتی کسان عینک فروشان، کسانی که دکترای چشم پزشک. ولی در ایران متاسفانه ما میبینیم که هنوز بر سر این هوجنجاله و چقدر طبیب و پرستار در این میان جان عزیزشون از دست دادن فقط صرفا برای حمایت از هموطنشون. آیا در دل این بیمارستان ها، مراکز پزشکی، این زمزمه غضب و خشم و ناراحتی رو میشنوی، حس میکنی؟ یعنی واقعا خود این پزشکان و پرستاران و بهیار و کمک بهیار و غیره متوجه هستن چه ظلمی داره به اونا میشه؟ خب شما نگاه بکنید، آقای دکتر ملکی که قبلا وزیر بودن تو این کشور و در برابر آقای نمکی محکم ایستادن که این مسیری که شما دارید میرید و این داروهای امام رضا، داروهای امام موسی کاظم، بیشتر دنبال یک درمانهای سنتی یک دوره آقای نمکی میدوید. ببینید به هر حال اون وجدان علمیش، علیرغم اینکه یک دولت مرد بوده خودش، اون وجدان علمیش باز اجازه نداد که سکوت بکنه و خب برخورد تندی بینشون پیش آمد. در بدنه سازمان به اصطلاح پزشکی داروی ایران یا در کل وزارت بهداشت درمان واقعا یک مقاومت‌های علمی وجود داره، یک فشار علمی وجود داره. اگه شما گاهن میبینید وزیر بهداشت درمان یک جای دیگه میبره و تمام، حالا اگر وعده‌هایی هم به بالا سری ها داده باشه نهایتاً میاد برخی از حقایق رو مطرح میکنه، حقایق تکان دهنده رو، این بر میگره به همین که زیر مجموعه به شدت بهش فشار میارن و به شدت خب اگر چیز نکنه در سطح فضاهای مجازی میاد تر میشه. این مسئله برمیگرده به همین جا که الان هنوز هم کادر پزشکی، با این حال که برخی ها، من اطلاع دارم از پزشکانی که حداقل با خود من دوست هستن، میگن ما این واکسنی که گفتن اول کادر پزشکی بزنه حقیقت استفاده نکردیم، چرا که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نیست. حالا برخی ها هم زدن، یعنی ما رو روسا رو میفرمون، اونایی که از روسیه. بله. چون به هر حال تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو نداره، شاید واقعا واکسن خوبی باشه، من تخصصی تو این زمینی که ندارم، ولی به هر حال ما نگاهمون و جامعه و ملت‌ها و دولت‌ها نگاهشون به سازمان بهداشت جهانیه که ورزیده‌ترین کادرهای تخصصی رو دارن. خب اگر این مجوز رو می‌داشت و چیزی می‌داشت هیچ ایرادی نداشت. به هر حال برخی ها تا اونجایی که ما می‌دونیم در رابطه با این قضیه زیر بار زدن این واکسن نرفتن.
در هر حال الان این تهاجمی، این ویروسی که الان شکل تهاجمی هم پیدا کرده، یک وضعیت نگران کننده باز مجددن تولید کرده و یک کشور در خوزستانی که من خودم بچه خوزستان بودم و الان 20 خورده ای تهران هستم، 26 سال تهرانم، 24 5 ساله مثلا تهران هستم، در اندیمشکی که خودم اونجا متولد شدم و بزرگ شدم و به هر حال دین بزرگی مردم اونجا به گردن من دارن، الان اونجا از وضعیت زرد، من چندی پیش بودم به من از اینکه اومدم بیرون از وضعیت زرد به وضعیت قرمز رفت، از وضعیت قرمز الان به وضعیت سیاه رسیده. خوزستانی که تمام ثروت ملی ایران اونجا خوابیده، مهمترین ثروت‌های زیرزمینی ما، نفت و گاز ما در جنوب خوابیده و این گونه هست که هم چه به لحاظ ریزگردها، چه به لحاظ خوشسالی، چه به لحاظ کم آبی، چه به لحاظ آب شور و نداشتن آب شور و بسیاری مسائلی که خودتون بهتر میدونید، بحث کرونا هم که الان اومده و حسابی این مردم خونگرم جنوب رو زمینگیر کرده. به هر حال اون چیزی که شما از مشاهدات من میخواستید از وضعیت کرونا در سطح جامعه و در سطح پاترای پزشکی همین هست که دارم میگم با بیم و امید و با امید این که در بهار سال آینده، امسال من تصور نمی کنم که این به شکل چیز در بیاد، عمومی در بیاد واکسن زدن رو، امیدوارم که سال آینده مقاومت علمی که در سطح پزشکان و کشور داره، به هر حال نامنگاری هایی که میکنن، بحث هایی که میکنن، مباحث علمی که دارن، نامنگاری هایی که میکنن، امیدواریم که حاکمیت رو تمکین بده به اینکه یک واکسنی رو وارد کشور بکنه که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی باشه، حتی اگه از روسیه یا چین بخواد باشه. در غیر این صورت الان تا اون لحظه ما این بیم امید رو داریم، ولی ظاهرا که به نظر اینجوری نشون میاد که برخی از سران مملکتی حالا یه نوع واکسن عجیبی زدن که میتوانن در معابر عمومی یا در جاهایی بیان خودشون میشه. دوست من، یک نکته که برای من خیلی قابل تعمله این بازی است که دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و این بازی که واقعا هر لحظه شما میبینید که دولت در امریکا روی کار آمد با حسنیت، واقعا دلش میخواست که ارتباطش رو با ایران عادی کنه و به خصوص در مسئله پرونده اتمی به برجام برگرد، ولی بلافاصله جمهوری اسلامی اومد شرط و شروطی گذاشت که بله، در واقع ما دست از شیطنت هامون بر نمی داریم تا شما مجازات رو لغو کنید. خب اونا میگن نمی کنیم، برای که اعتماد نداریم به شما، هیچ اعتمادی نداریم. شما به نظر خودت که یک محقق هستی، یه تحلیلگری اونجا نشستی میبینی، روزنامه نگاری، این ماجرا به کجا داره میره؟ به کجا خواهد رسید؟ این بازی جمهوری اسلامی فقط یه مانوره یا حقیقتاً اینا دنبال اینن که وقت بخرن برای اینکه سرانجام با آرزوشون که ساختن بمب اتمی برسن؟ چی فکر میکنی شما اونجا؟ من تصور میکنم که بحث بمب اتمی بیشتر یک لغلغه زبانی، 18 سال کفایت نمیکرد که بمب اتمی رو بسازن، گیرم هم که بمب اتم رو ساختن مثل کره شمالی. کره شمالی بهش حمله نشد ولی تونست امتیاز بگیره از امریکا، روز به روز هم تحریم ها رو بیشتر وضع میکردن، حتی زمانی که مذاکره میکردن. جمهوری اسلامی بحث بمب هسته‌ایش هم بخواد داشته باشه، کجا میخواد بزنه؟ به کی میخواد بزنه؟ مگر امنیت میاره؟ مگر در اتحاد جماهیر شوروی که 5000 پلاک هسته‌ای بود در پیمانهای سالت 1 سالت 2 اگه یادتون باشه، قرار بر این بود که حتی امریکایی‌ها کمک بکنن که اینا به یک طوری بتونن موشک‌ها رو خونسا بکنن سیستم. پول نداشتن، بودجه نداشتن. تنها تمدنی در تاریخ بشر بود که بدون شلیک یک گلوله فروپاشید. مگر فروپاشی اگر بخواهد رخ بدهد، بمب اتم میتونه جلوشو بگیره؟ مگر شوروی میتوانست به جمعیت معترض خودش، به جامعه معترض خودش موشک شلیک بکنه؟ یا اگر قیامی در کره شمالی در بگیره، با بمب هسته‌ای میخواد مردم خودشو بزنه؟ بنابراین بمب هسته‌ای کجا میتواند امنیت ایجاد بکنه؟
امنیت بیرون مگر ما فروپاشی دولت ها عموما از داخله. اگر ما مدل قذافی، مدل صدام، مدل طالبان رو میبینیم به دلیل اینکه به اون شیوه ها اصلا نمیشد حکومت کرد. صدام حسین 3 جنگ در منطقه راه اندید به پول نفت مستش. یا طالبان مگر به اون شیوه میشود در قرن 20 و 21 حکومت کرد؟ طبیعی بود که این جریان با یک تکانشی از بیرون از هم بپاشه یک همچین ساختار و نهادی. بنابراین اصل با داخله. وقتی ما اینجا وفاق ملی نیست، وقتی اینجا شما نمیتوانید اقناع اخلاقی، فرهنگی، سیاسی تو جامعه ایجاد بکنید، وقتی شما رفاه و عدالتی در کشور نمیتوانید حاکم بکنید و اساساً 42 سال کشور از ریل توسعه خارج شده و این کشور، من اینو جای دیگه هم گفته بودم، یعنی دولت جمهوری اسلامی دولت بناییه. اینکه حالا یه سد بزنه، یک مثلا راهی رو راه بندازه، یه جایی بگه آبی رو میخوان برسونیم، یک جایی رودخونه ها رو دور خودشون گردش بدن، از این شهر به این شهر ببرن، اینکه نشد توسعه، اینکه نشد توسعه بخشی به جامعه، اینکه نشد دولت تاریخ ساز. چیزی که گاهن آقای خامنه‌ای میگه نسبت مقایسه با دوره شاه، میگه ما خیلی پیشرفت کردیم. آقا پیشرفتی نکردیم. ما در دوره شاه استراتژی جایگزینی وادرات به خوبی محقق شد و به خوبی بورژوازی صنعتی در ایران توانست برندهای خودشو، پپکو، آذرآب، ارج، آزمایش و بسیاری از برند، کفش ملی در خود لندن فروش میرن. و اگر با تمام حالا مسائل سیاسی و برخوردهای حالا بحث دیکتاتوری و استبدادیش هم بذاریم کنار، حداقل در عرصه توسعه اقتصادی جهت‌گیری درستی داشتن. آقای آصف، من یه چیزی به شما بگم. توی فروشگاه‌های مسکو و جمهوری‌های اتحاد شوروی کفش ملی یعنی لاکچری. بعد کنارش کفش وین بود، کفش بلا بود، اینا هم بود. گروه سنتی بهشهر، همین دوستمون ناصر شاهین‌پر جزو مدیران اونجا بود. مرتب توی آسیای میانه، در شوروی، در یمن، عربستان، جنوب خلیج فارس دائم میرفت برای ترویج کالای ایرانی. یعنی واقعا انصاف که آدم اینو بگه که در اون رژیم به مسئله اقتصاد به خوبی پرداخته شده بود. یه شخصیت های برجسته مثل مجیدی اینا بودن که اداره میکنن سازمان برنامه رو، مثل عالی خانی که تو اون دهه طلایی 50، یعنی 45 تا 55 واقعا درخشان کار کردن. و اینو دوست و دشمن اقرار کنم. ممنونم که شما علارغم همه فشارها اینقدر عدالت داری که به این مسئله اشاره بود. ما همه هم مخالف بودیم و میگفتیم دیکتاتوریه. بعد خب دیکتاتوری رو بعدا باید میشناختیم، تجربه میکردیم چیه. و من بسیار نگران شما روزنامه نگارا هستم که شما وقتی داریم مینویسین چجوری حد و مرز رو برای خودتون میگذارید، چقدر باید آدم دلاور باشه. یه وقتی من یادم این آقای قوچانی رو تحسینش میکردم، نگاه میکردم و میدیدم به هر حال اگر پدر همسرش عدالت قلم داره و اینقدر آزاد مرده که راجب این دروغ‌های قربانیان نویسه، دامادش هم داره تو. ولی الان می‌بینم سابق آقای قوچانی تبدیل شده به یک مداح نظام و رژیم و هیچی، و یک دونه مقاله آدم درست حسابی نمی‌بینه. حالا گاهی شما یه چیز بنویسید آدم بخونه، یا دو تا سه تا آدمای قدیمی‌تر. و الا این جوونا متاسفانه خیلی بدجور در اندیشه جمع و جور کردن برای آخرتشون است. ببخشید من این حرف رو زیاد زدم، ولی واقعا این مسئله اتمی منو نگران کرده. چون جناب آصفی، ما اینجا دنبال میکنیم این پیشنهادی که آمریکایی‌ها دادن که بیایم یه جلسه مشورتی بذاریم غیر رسمی، بسیار پیشنهاد خوبی بود و امکان داشت در که بیان بیرون همه مشکلات حل شده باشه. حالا اون وقت کیهان تیت میزنه پیشنهاد فریبکارانه یا آمریکا و اروپا رو ما رد کرد. بحبه، دست میزنیم براشون. چی گرفتید؟ نتیجهش چه دستاورد؟
مردم چی میگن آقای آصفی؟ مردم نگران نیستن؟ چی میگن مردم نسبت به مسئله برجام؟ تحلیل ساده انگارانه و یک تقلیل گرانه ای در حاکمیت جمهوری اسلامی بوده و هستن که تصور میکردن که با رفتن ترامپ با آمدن آقای بایدن جهان همون 5 سال پیشه که برجام رو بستن قرارداد شد. ما جهان 1 سال پیش هم که کرونا آمد، 1 سال نیم پیش هم که کرونا آمد دیگه تغییر کرده و جهان بعد از کرونا چیزی دیگری است. آقای بایدن هیچ وقت تحریم ها رو کنار نخواهد گذاشت. ما این رو با ضرس قاطع اعلام میکنم، یعنی چیز اهرمی به جز تحریم در دستشون نیست. مگر ما سرمایه داری بزرگی مثل کشور امریکا رو مگر هیئت حاکمه و اون اتاق فکرهاشون خیلی باید ما پخم جمهوری اسلامی اینها رو بدونه که فکر کنه تحت این که ما 2 تا مسببه خروج از پیمان الحاقی انرژی از سهی مجلس تصویب بکنه، بگم غنی سازی رو مخواهیم ببینیم بالا دوربینان چیز بکنیم، یعنی بسید دستورکار سیاسی درست کنیم. اول میگفتن بیان توبه بکنن، بعد میگفتن حالا بعد از توبه لغو بکنن، بعد یه مدت هم راسازمایی بشه، بعد ببینیم حالا مخواهیم چی کار بکنیم. اما جان این کارا نیست، بدارم من هیچ چیزا نیست. این داره تو جامعه ایران شما از من سوال میکنید، باور کن آقای نوری‌زاده جامعه ایران این بلوغ سیاسی رو دارن که حالا ممکنه به زبان روشن فکری تحلیل نکنن ولی اصل منافع ملی رو میفهمن، اصل جهان جدید رو میفهمن، این که باید تشنج و جدایی در سیاست خارجی و بین المللی ما داشته باشیم و اگر نداشته باشیم اصلا توسعه ای در کار نیست. این رو جامعه با پوست و گوشت خودش میفهمه و چیزی نیست که ما فکر کنیم از طریق این تریبون ها و سخنرانی هایی که جمهوری اسلامی انجام میده ما فکر کنیم مردم همونه. نه، اونا نیستن. 90% 95% مردم به گونه دیگه ای واقعا میاندیشن. وقتی ایران بالاترین صادرات فرار مغزها رو داره یا مغزها تمام نیروهای المپیادی از ایران رفتن، وقتی در طول این 10 سال گذشته که تو حوزه اقتصاد سیاسی کار میکنیم دیگه، بالای 300 میلیارد دلار پول از ایران رفت و توی این 10 سال ما نزدیک 6% رشد اقتصاد منفی داشتیم. آخه مگه بدون تعامل با جهان، بدون تعامل با امریکا، بدون تعامل با بر اساس منافع ملی مگه میشود کشور رو اداره کرد؟ جمهوری اسلامی دنبال اینه که یک دستور کار سیاسی برای دولت بایدن درست بکنه که بلکه در چانه زنی های اتمی مثلا فقط روی بحث اتمی بره، دیگه روی موشکاش نره، دیگه روی حوزه نفوذ استراتژیک منطقه‌ایش و شیعه‌گریش نره، اینا رو از دست نده. با این تحلیل ساده انگارانه و به نظر من خیلی مبتدی میخواد بیاد به جنگ اردو و کشوری که الان اتحادیه اروپا رو مجددا در کنار خودش گذاشته و کنار شما میبینید که الان اتحادیه اروپا بیشتر تاجی میترن نسبت به امریکا در برابر ایران. بنابراین و حتی روسیه و چین اجازه نخوان داد ایران اتمی در این منطقه باشه. بنابراین این تحلیلشون، این نگاهشون و این رویکردشون به شکست کامل میانجامه و راهی به جز این نیست و هر نیروی ملی، نیروی اپوزیسیون فشار حد اکثری رو باید بیاره بذاره و استقبال هم بکنه. هیچ اتفاقی نمی استقبال بکنه از مذاکرات استراتژیک در ایران، نه مذاکرات. مذاکرات استراتژیکی که کل مسئله ایران با منطقه، با اسرائیل، با امریکا همه حل فصل بشه. اون موقع خواهیم دید که جنبش دموکراسی خواهی برای گذار به دموکراسی ملی چگونه نفس جدید خواهد گرفت، چگونه نیرو به انرژی جدید خواهد. کاملا درسته. اجازه بدید ما یه درنگ کوتاهی بکنیم و برگردیم و حرفای جذاب شما رو بشنویم و ادامه بدیم. با درود دوباره نواب صفا، از اون شاعران عزیز شعر گفت بود، مجید درخشانی بازسازی کرده بود و سروش فیروزی هم خونده بود. بسیار جالب بود اون ترانه‌ای که به یاد بنان آدم یاد اون روزهای خوب میداد. واقعا روزهای خوب، آن روزها همه رفت. حمید آصفی عزیزم، یه اشاره کردم بعد میخوام ازت بپرسم. اینا میخوان انتخابات 1400 رو برگزار. حالا من نمیدونم چه اندازه براشون مشارکت مردم اهمیت داره یا نه،
یا آدمشون رو انتخاب کردن براشون دیگه مهمی. اما معمولا همه رژیم ها، حتی دیکتاتورترین رژیم ها، مسئولی مثل انتخاباتی که پیش میاد یه مقدار مردم باج میدن، یه مقدار به مردم مهربان میشن، به خصوص اینا جلوی دنیا میخوان بگن ما لجیتیمسی داریم، ما آدم هایی هستیم که مشروعیت داریم. این اعدام ها برای چی؟ اینقدر اعدام، اینقدر کشتار، هیچ توجیهی در این زمینه هست؟ چرا امروز تو بلوچستان و توی خوزستان، توی عرب های ایرانی، بلوچا، کردا، چرا اینقدر خشونت؟ مثال ضرب المثلی از خودتونم قطعا میدونید اینا، که بابایی در منزل بیکار بود، کار نمیکرد، خرجی رو به خانواده تحویل نمیداد، درآمدی نمیرفت کار بکنه درآمدی بیاره بده، رفاهی رو برای خانواده تامین نمیکرد، ولی هر از گاهی چماق برمیداشت و کمربند برمیداشت، زن بیچاره خودش رو کتک میزد. همسایه ها میریختن، میگفتن آقا تو که نه نون میاری، نه پول میدی، نه هزینه میدی، نه رفاه بردی، چرا زنت میزنی؟ میگه خب اگر نزنم شما نمیدونید که ایشون زنمه، حداقل ایشون بفهمه که من شوهرشم. جمهوری اسلامی مملکت رو میشه گفت اینجوری به شکل تیولداری، حالا یه تیولداری مدر، یه فئودالیسم سراب عناوینی که میگم یه واژگان جدیدی رو ما باید وارد ادبیات سیاسی تو جمهوری اسلامی بکنیم، به این شکل داره کشور رو اداره میکنه که به هر حال کولبه رو میزنه، سوختبه رو میزنه که یادتون باشه که ما هستیم. مملکت حساب کتاب داره. این ابزار ما دیروز پیروز با اتفاق آقای جعفر پناهی و خانم نرگس محمدی و حتی خود خانم فاضله هاشمی و خیلی از بچه‌هایی که سالها زندان بودن و انفرادی کشیده بودن، از فعالین کارگری، از فعالین سیاسی، جنبش دانشجویی، و یه شکایتی رو ما طرح کردیم در رابطه علیه نیروهای امنیتی و دستگاه‌های امنیتی که چرا ماها رو و همه سیاسیون تو ایران رو به زندان انفرادی انداختن، و زندان انفرادی نه در قوانین عادی خود جمهوری اسلامی هست و در قوانین بالادستی بین المللی به عنوان یک شکنجه محسوب میشه. ما این رو رفتیم نمادین انجام دادیم و البته هیچ باوری هم ندارم، هیچ امیدی هم ندارم که جمهوری اسلامی بخواد دست از این شیوه خودش بکشه، اما بی تاثیر هم نیست. یه هشدار باش به جامعه است، یه هشدار باش هم به جمهوری است. جمهوری اسلامی راهی به جز این که بخواد بزنه به کوبه و اون حربه ترس رو رو سر جامعه بخواد نگه داره، چیزی الان دیگه نداره. به توسعهش بنازه، به رفاهی که به جامعه داده بگه من منبع مشروعیتی هم اینه. دولت چین حداقل رفاه رو آورده، کار رو آورده، یا آرامش جهانی منطقه‌ای رو برای خودش آورده، اشتغالی رو ایجاد کرده، ظرف 10 سال 300 میلیون نفر رو از زیر خط فقر تو آسیا تو جهان بی‌نظیره بیرون آورد، 850 میلیون نفر رو شغل ایجاد کرد. جمهوری اسلامی که این کارا رو نکرد. بنابراین فقط تنها ابزاری که براش میبونه منابع مشروعیتی که برای نیروهای خودش، حالا اون منابع ایدئولوژیکیه، و در این حال با جامعه مدنی و جامعه ایران باید به شیوه زور و به شیوه سرکوب سیستماتیک باید برخورد کنه، به تصور این که میتونه جواب بگیره. اما آقای نوری‌زاده جوابی نخواهد گیره. این بارها بوده افراد از دوستان خود ما رفتن، تجربه زیسته خودم رو نمیگم، در زندان ها رفتن، زندان آمدن بیرون، حتی ممکنه به اقرار پشت تلویزیون هم اومده باشن، ولی بعد اومدن بیرون خودشون رو احیا کردن و بعد دوباره مجددا وارد مبارزه شدن. جمهوری اسلامی فعلا چیزی به ذهنش نمیاد، توانشو نداره، اگرم بخواد نمیتواند، نه میخواهد و نه میتواند به نظرم که به شیوهی بجز این رفتار بکنه. بله، این بحث اعدام ها، بحث زندان های انفرادی، بحث بگیر و ببند ها پیوسته ادامه داره، اما در این حال دیگر دهه 60 نیست که هزاران نفر کشته بشن، اعدام بشن و صدایی از کسی هم بر نیاد و کسی خبردار هم نشود. الان هر حرکتی که جمهوری اسلامی بکنه زیر به هر حال نگاه تیزبین جامعه مدنی و نگاه های بین
من علیه. بنابراین جلو زندان چی شد؟ جلو زندان چه اتفاقی افتاد؟ چون دیروز دیدم خانم نرگس محمدی یه حرفی زد و پشت منو لرزون که در زندان تعرض جنسی میشه. این دوباره مطرح شدن این قضیه خیلی تمام بدنم میگه کبود بود وقتی اومدم از دست اینا اومدم بیرون. بعد به دختری صداش پخش شد که میگفت ما رو بردن توی استخر و اونجا پاسدارا لخت شدن جلو ما. خیلی در شما رفتین چه کردین دیروز؟ به کجا رسید کار؟ ما طرح شکایتی به صورت نمادین کردیم که یک پیامی به هم جمهوری اسلامی و هم جامعه مدنی و هم جامعه جهانی بدیم و بگوییم که در اینجا چه میگذرد و بگیم که ابزار زندان انفرادی چیست در اینجا و سایر مسائل و مظالمی که به هر حال در اون شکوایه‌ای که دوستان به شکل یک پارچه همه نوشته بودند و همه تک به تک البته طرح دعوا کردیم، این رو چیز که حرکت رو انجام دادیم. حالا دیشب بی بی سی با خود بنده گفتگویی داشت، احتمالاً با دوستان دیگه هم داشته باشه یا داشتن من نمیدونم. به هر حال ما این رو به صرف نمادین، ممکنه خود همین هم بکنن، اصلا یه دستاویزی برای سرکوب ماها، برای بازداشت ماها، برای بازداشت نیروهای دیگه، همین تیفا پرونده سازی های جدید بخواد بکنن. ولی ما که باکی نداریم، باکی از این نظر نداریم که واقعا من وقتی مربی و عزیزم و الگوی زندگیم آقای کیوان صمیمی در سن 73 سالگی الان تو زندانه و مثل شیر داره غرش میکنه، ما زندان خونه امیدمونه، میریم اونجا تازه وقت کم میاریم آقای یعنی آقای صمیمی در پیام که میده میگه ما وقت در زندان کم میاریم، از بس که میشینیم کتابهای نخونده و کارهایی که باید انجام بدیم، مقالاتی که باید بنویسیم، پژوهشایی رو که باید بکنیم، واقعا وقت کم میارن. دوستان ما زندان که میرن بیشتر فعالتر میشن و کوتاه نمیان و سکوت نمی کنن. بنابراین بین بیرون و بین داخل هیچ اتفاقی نمی افته. اما فقط صرفا از این نظر گفتم که این شکایت ما احتمالا خودش تبدیل بشه بهش نتیجه معکوس بده و بخواهن بچه ها و دوستان عزیزان ما هم یه پرونده جدید درست بکنن و به زندان بکشونن. آسف ویژانی معلم تاریخ داشتم در 56 دبیرستان، آقای حسن زاده که اگه هست که عمرش درازتر اگر رفته یادش گرامی، این چپ بود و خب ما رو هم دیدی خود تنمون میخاره، کتاب میداد و راهنمایی میداد. یک فرش فروشی هم بود تو شاهباد، دوستش بود، میرفت بعدا میشست اونجا. یه روز رفت و بعد دو سه روز دیدمش، گفتم چی شد کجا؟ گفت رفتم دیدن علی خاوری زندان به یه بهانه‌ای که قمخشم. گفتم چطور بود؟ گفت مثل شیر در زنجیر میگوشت. حالا اینی که میگی ما شیرهایی در زنجیر زیاد داریم. من محمد نوریزاد رو میبینم در این سن و سال مریض چند بار رفت زندگی، یا مرحوم ملکی تا آخرین روز زندگیش. یعنی بعضی از اینا آدم رو خجالت زده میکنن که آدم چرا مثلا ما کنارشون نیستیم یا کاری نمیتونیم. ولی درود بر شما، من میدونم چقدر زندگی برای شما سخته. آدمی مثل خودت به هر حال نویسنده روزنامه نگاری بلدی، فرش فروشی بلد نیستی، راننده تاکسی هم نمیتونی بشی و چقدر برات سنگینه که چطور زندگی تو بچرخونی، چقدر باید آزاداندیش باشی که حاضر نشی به رنگ این قلم فروشا درآیی. اینا خیلی با ارزشه. واقعا درود میفرستم به همه اون آل قلم و اهل قلم که حرمت این قلم رو دارن و ارزش و اعتبارش رو دارن. حالا تایپ هم میکنن اشکال نداره، اونم قلمه، ما همه تایپی شدیم دیگه. یه وقتی زنده ها دکتر مصباح‌زاده ایشکی رو به کیهان راه نمیداد مگر اینکه تایپ بلد، چون خودش خطش خوب نبود همه رو وادار کرده بود تایپ یاد بگیرن. خیلی داستان غریبه. خب برگردیم سر صحبتمون. ببین عزیزم، الان این مسئله بیت کوین و اقتصادی و حرفایی که آقای عبدالناصر همتی روز میزنه و بعدم نبود یک وزیر اقتصادی که اصلا آدم بشناسدش، یعنی کیه وزیر اقتصاد؟ اصلا وزرای آقای روحانی رو ما عقلمشون نمیشناسیم، از کجا اینا رو آورده؟
یه طیب نیای آزاد مرد بود در وزارت اقتصاد که ردش کرد، نمون به خاطر اینکه حاضر نشد بودجه حوزه رو ببره بالا اون. ولی الان اوضاع چیه عزیزم؟ یعنی مردم چه جوری زندگی میکنن؟ واقعا دلم میخواد یه آدم روشن فکر که میفهمه، لمس میکنه برای ما بگه، نه شعار بدیم و یه حرفا رو بزنیم. چجوری گلابی 125 هزار تومن کیلو؟ آخه چجوری مردم میتونه زندگی کنه؟ خب ببینید، خود وزیر کشور چند وقت پیش گفت که همین بازنشسته ها ممکنه اولین جرقه رو بزنن و بزرگترین جنبش و اعتراض رو تو ایران دامن بزنن، یا در یک نقطه دیگه. و این جامعه نشون دهنده که یک التهابی داره، التهاب داره به دلیل اینکه مطالبات داره، به دلیل اینکه 65 میلیون نیازمند آمارهای دولتی سایه می‌زنه. 65 میلیون نفر باید یارانه بگیرن. به اضافه اینکه میگوین که 32 میلیون نفر دچار فقر و کشنده شدن. وقتی معاون کمیسیون کارگری مجلس میاد میگوید که کارگر ما باید کاری کنیم که دوبار گوشت قرمز بخوره، این یعنی چی؟ وقتی از 800 هزار تن سالانه گوشت قرمز الان 350 هزار تاش بیشتر مصرف نشده و الباقی منجمد شده، این نشون دهنده چیست؟ وقتی 40% تولید زباله در تهران اومده پایین، این یعنی که سفره ها جمع شده. وقتی که الان نان هم داره در خیلی از مناطق قسطی دارن میفروشن، قسطی دارن مردم میرن میخرن، وقتی ما به یک نیروی کارگری که 45 میلیون با خانواده هاشون هستن، برآوردی که ما کردیم آقای دکتر، 109 سال کارگر اگر فقط پسنداز بکنه، بر اساس این دستمزد صاحب یک خونه 50 متری در تهران میشه. البته در طول این 100 سال حتما اون 50 متر هم بود، یعنی هیچ وقت نمیرسه. برآورد جدیدتر این رو کردیم که اگر بخواد، اون زمانیست که بخواد خورد، یعنی همه پس اندازش رو بخواد، مزدش رو بخواد پس انداز کنه، اگر بخواد نه اون بخوره ولی پس انداز 10 میلیونی در سال داشته باشه، 160 سال زمان میبره تا یک مسکن 50 متری. کشوری که به این روز افتاده، کشوری که به این شکل داره اداره میشه، وضعیت معیشتی مردم و الان چیز شده که به اصطلاح خود سازمان بهداشت جهانی میگه که سازمان بهداشت جهانی اگه اشتباه نکنم یکی از این سازمان های به هر حال میگه که در 10 سال آینده نسلی از ایرانی ها کوتاه‌قد و 1.5% سال به سال آکیشون پایین میاد، به دلیلی که الان ما 50% خوردن لبنیات تو این کشور پایین اومده. ما در یه همچین وضعیتی هستیم، یعنی من بر اساس آمارهای موجود دارم صحبت میکنم، آمارهایی که موجوده، و الا تو تورمهای نقطه به نقطه ای تجربه زیسته ما میگه گاهی اوقات به 300% رسید. کالاهای مصرفی رو میگم، ما کالاهایی که با زندگی ما سر کار داره. بنابراین ما در یک وضعیت بسیار وخیمی وجود داریم. جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای توسعه ایران، حتی توسعه آمرانه و دیکتاتوری نداره، نه میفهمه و نه اگرم افرادی باشن که بخوان توی جامعه مدنی بهش برنامه توسعه بدن، حتی نمیخواد اجرا بکنه، به دلیل اینکه برنامه توسعه ضد خودش رو، یعنی ضد قدرت دیکتاتوری رو، ضد اولیگارشی روحانی و نظامی رو، با این بورژوا خورد و بورژوا قارتگرای میلیاردتریستی روحانی 100% اون روند توسعه در تضاده. این تضاد، این توسعه است که میتونه این کشور رو نجات بده. ما تو کو تفکر توسعه، کو برنامه توسعه، و هر کس بخواد راه، حتی همون فردی رو که شما آقای طبیبیان مطرح کردید، با این حال که خیلی از شاد نگاه ما انتقادی هم هست بهش، ولی نتونست اون گرفت کشور رو باری به هر جهت. امروز ما، شما اگر یادتون باشه، بعد از فوت آیت الله خمینی، آقای موسوی اردبیلی میومد توی تریبون نماز جمعه میگفت این هفته سرنگون نشدیم خدا رو شکر. هفته بعد میومد میگفت، دوباره یه مصاحبه میکرد میگفت دیدی ما سرنگون نشدیم خدا رو شکر. انگار روز شماری داشت میکرد. کشور رو اینا به این شکل تا این لحظه اداره کردن. این کشور یعنی با این ساختاری که در جمهوری اسلامی هست، فقط میخواد از طریق همین مذاکراتی هم که
چیزش اینه که بتواند یک خام فروشی بکنه و دانشگاه رو نمیتونه تحمل بکنه، پژوهش رو نمیتونه تحمل بکنه، اقتصاددان‌های مستقل رو نمیتونه تحمل بکنه، تعامل با جهان رو نمیتونه چیز کنه، به دلیل که ساختار هویتیش به گونه‌ای که مجبور اینا رو قطع بکنه سر اگر میز مذاکره استراتژیک باشه. بنابراین چاره هست وضعیت اقتصادی ما نهایی میشه. بله وقت زیادی نداریم آصف جان، مثل دفعه پیش ازت میپرسم در مورد ریاست جمهوری هنوز فکر میکنی اینا به نتیجه رسن کیو بیارن و چه کسی رو ولی بگن بیا برو اونجا بشین و الاف چهار سال وقت ملت رو کیو پیدا کردن؟ تا این لحظه به نظر میاد که اجماع سر یک نیروی اصولگرای که فرمان به گوش باشه کاملا هست، یعنی حتی نیروهای نیمه دموکرات نیمه تکنوکرات رو نیمه تکنوکرات نیمه بوروکرات رو حتی هم اینا بعیده بتونن دیگه تحمل بکنن. و بنابراین چون که ممکنه در این دوره بحث بحران جانشینی رهبری هم باشه، یه رئیس جمهوری که ممکنه به هر حال در شورای موقت رهبری تا بخوان رهبری جدید رو مطرح بکنن، بنابراین به نظر میاد که به یکی از دستاموزترین و برقربانگونترین فردی که ریاست جمهوری رو به عهده بگیره اجماع دارن. این که مشارکت چقدر هست به اعتقاد بنده از طرف جامعه مدنی و از طرف مردم ایران با یک تحریم بزرگ ملی مواجه میشه. یادت باشه آصف جان، ما دفعه بعد که صحبت میکنیم چون لازمه مردم به هر حال بدونن این بازی ها، افرادی که توی نامزدها ردیف اولشونن راجع به اونا بحث خواهیم کرد با هم به زودی. ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی از سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیز روزنامه‌نگار و تحلیلگر حمید آصفی، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.